های گایز، به کانال خودتون خوش اومدین. تو این ویدیو میخوایم بریم ببینیم جذابترین ویژگی های ظاهری از نظر زنها و مردا واسه پارتنر آیندهشون چیه. لیتس گو. خب این ویدیو دو تا پوینت مثبت داره. پوینت اولش اینه که میخوایم بریم ببینیم ویژگی های ظاهری مردم واسه پارتنر آیندهشون چیه و میتونیم بفهمیم که اوکی ویژگی هایی که مردم واسه پارتنرشون دوست دارن و ما هم واسه پارتنرمون دوست داریم یا نه، و اگه داریم چه جایگاهی بین مردم میگیره، یعنی چند نفر از مردم اون ویژگی رو دوست دارن پارتنرشون داشته باشه، و از اون طرفم ممکنه دوست داشته باشیم داخل خودمون یه سری ویژگی ظاهری رو بهتر کنیم که به چشم پارتنر آیندهمون بیایم. و توی این ویدیو میخوایم بریم ببینیم که اون ویژگی که فکر میکنیم باید درستش کنیم که به چشم بیایم چقدر واقعا واسه دختر یا پسر مد نظرمون مهمه. بریم که داشته باشیم. خب اول از همشون که معلولیته، که از هر 100,000 نفر یک نفر جذب معلولیت انسان میشه، حالا یک قطع عضو بدنی چیزی، و خب خیلی کمه دیگه واقعا. از هر 50,000 نفر یک نفر جذب لکنت زبون میشه و اینا باز خیلی کمه. از هر 1,200 نفر یک نفر جذب زن پرمو میشه، همون هلو با پرزش. از هر 220 نفر یک نفر جذب استایل بد میشه، یعنی یه نفر اگه استایلش بد باشه جذبش میشه به جایی که استایل خوب جذبش بشه. یکم عجیبه برام این واقعا. از هر 100 نفر یک نفر جذب کسایی که تنبلن میشه، که واقعا شاید به خاطر اینه که میگن خب پارتنرمون تنبله، نمیره داخل بیرون با این اون بگرد و به اون خیانت کن و اینا، نمیدونم شاید یه چنین طرز تفکری داره. از هر 80 نفر یک نفر جذب کسایی میشه که احساس ناامنی میکنن، که دو تا دلیل میتونه داشته باشه. دلیل اول اینه که اون احساس ناامنی رو رفع کنه داخل طرف مقابل، که طرف مقابل شاید یه طور مدیونش بشه، جذبش بشه، نمیدونم، یا شاید هم میخواد به خاطر اینکه احساس ناامنی میکنه ازش سوء استفاده چیزی کنه، نمیدونم، اونم گزینه دوم نباشه. از هر 45 نفر یک نفر جذب کسایی که نیاز مالی دارن میشه، که اینم به نظرم اوکی نیست واقعا، باید همه هزینه‌هاشو بده. از هر 20 نفر یک نفر جذب کسایی که از نظر سیاسی داخل حزب مخالفن میشه، فکر کنم بخاطر اینکه مثلا داخل تایم بیکارشون شروع کنن بحث کردن چیزای سیاسی و اینا. از هر 16 نفر یک نفر جذب کسایی که دستپخت خوبی دارن میشه، و ناراحتم از این بابت حقیقتا، فکر میکنم که این ویژگی که دارم خیلی جایگاه بهتری داشته باشه بین مردم. از هر 13 نفر یک نفر جذب کسایی که دندوناشون عینا داره میشه. از هر 12.5 نفر از زنا یک نفر جذب کسایی که موهاش بلنده میشه، و انتظار من بیشتر این حرفا بود، احساس میکنم شاید موهای بلند خیلی جذابتر باشه، نمیدونم. از هر 11 نفر یک نفر جذب موهای زنجفیلی میشه. از هر 10 نفر یک نفر جذب پای جذاب میشه، خب قطعا میدونیم که فوت فیتیشه یارو. و بازم از هر 10 نفر یک نفر جذب کسایی که سیگاریان میشه. پس اگه واسه جذب کردن آدم و سیگار میکشید بذارین هیچ کنار، 10 تا یکیه واقعا، خیلی کمه. از هر 9.5 نفر تقریبا میشه گفت یک نفر جذب کسایی که بینیش پرسینگی داره میشه. از هر 8 نفر یک نفر جذب آدمایی که بلوندن میشه. میبینم اینقدر چش ابرو مشکی دوست داره زیاد شدن ها، ولی احساس میکردم از هر 8 نفر فقط یکی بلوند دوست داشته باشه. و ببینین داخل این لیست منظورم دوست داره نه که صرفا دوست داشته باشه، نه مثلا اینجوری که اوکی کراش مورد علاقم و کسی که عاشقشم و دوست دارم باهاش وارد رابطه بشم، کسیه که باید موش مثلا بلوند باشه، یا مثلا باید بینیش پرسینگ داشته باشه، یا تمام چیزایی که تا الان گفتمه. یعنی واقعا جور نیست که حالا اگه داشته باشه مردم حال بخوان بکنن یا نکنن. اینا ویژگی اصلی معیارشونه که مثلا طرف مقابل باید داشته باشه، اینم در نظر بگیرید. از هر 7 نفر یک نفر روی کسایی که سخت به دست میان کراش میزنه، که خب اگه یکی ازتون خوشش اومد زیاد سفت نگیرین دیگه، میگین از هر 7 نفر یکی فقط اینجوره. از هر 6.5 نفر یک نفر جذب کسایی که سیکس پک دارن میشه، و خب گفتم تون دیگه اینجور نیست که واقعا مردم سیکس پک رو دوست نداشته باشن، همه عاشق سیکس پکن، ولی از هر 6 نفر فقط یک نفر اینجوری که باید طرف مقابلم حتما سیکس پک داشته باشه، یادتون نره. از هر 5.5 نفر یک نفر جذب فرو رفتگی های بدن میشه، حالا چکام چال گونه، چه مثلا این استخون ترقوه و اینا مثلا من دارم، و میگم این جذاب هست از نظر همه، ولی خب اگه اینو نداشته باشین کلا رد میشین از نظر اون 5.5 نفر،
یکی به ازای هر 5.5 نفر. از هر 5 نفر یک نفر دوست داره پارتنرش حتما لاغر باشه، که خب من جز همون 5 نفرم، توپر دوست ندارم واقعا. از هر تقریبا باز 5 نفر یک نفر چشم سبز دوست داره. یعنی من به شخصه اینجوریام که اوکی اگه چشم رنگی باشم باز خیلی بیشتر دوستش خواهم داشت، ولی حالا حتما سبز باشی نه لزوما. از هر 4 نفر یک نفر جذب زخمای بدن میشه، یعنی توی زنا جذب مردایی که بدنشون زخم دارن میشه. از هر 3.5 نفر تقریبا میشه گفت یک نفر جذب مردایی که سیبیل میذارن میشه. از هر 3.3 نفر از مردا فقط یکیشون جذب زنایی که خیلی میکاپ غلیظ میکنن میشه. در نتیجه یا کم میکاپ کنین یا اصلا میکاپ نکنین، هم واسه پوستتون بهتره هم واسه کلن جذب کردن آدمو. از هر 3.2 نفر میشه گفت یک نفر جذب کسایی که پت دارن میشه. یعنی اینجوری که اوکی اگه من حتی پت ندارم باید پارتنرم پت داشته باشه، که درک میکنم دیگه، یعنی احساس میکنم کلی از نیازهای روحی روانیشو هم از پارتنرش رفع میکنه هم از پت پارتنرش. از هر 3 نفر تقریبا میشه گفت یک نفر جذب چشم آبیا میشه. از هر 3 نفر از زنا یک نفر جذب مردایی که دک خیلی بزرگ دارن میشه، به عبارتی کسایی که آلت تناسلیشون بیشتر از 16 سانتی متر باشه. از هر 2.8% از مردا یک نفرشون جذب زنایی که سایز سیناشون بالای 80 اینجوریا باشه میشه، بین 80 تا 85 90. خیلی دیگه اینا زیادی میخوان احساس میکنم. از هر 2.5 نفر یک نفر جذب آدمایی که خاکی باشن میشه. یعنی ببینید این از قبلا خیلی با ارزش تره، سعی کنید داخل اخلاقیاتتون یه آدم خاکی باشین. از هر 2.5 نفر اینم باز من خیلی دوستش دارم ولی اینجوری نیست که اولویتم باشه، یک نفر جذب کسایی که کک و مک دارن میشه. قبلی اولویتم بود البته، اگه طرف خاکی نباشه خودشو بخواد بگیره اینو واقعا باش حال نمیکنم، ولی کک و مک حالا اونقدر مهم نیست. از هر 2.5 نفر از زنا بازم تقریبا میشه گفت 2-4، یکم کمتر از قبلی، یک نفر جذب مردایی که صداشون خیلی کلفت و بمه میشه. از هر 2.3% از مردم یک نفر جذب کسایی که داخل رخت خوابشون ماجراجویی بخوان بکنن و اینا، یعنی یه بار مثلا داخل ماشین، یه بار داخل دستشویی عمومی، یه بار داخل پارک، یه بار داخل خونه، یه بار زیر دوش، هر سری جا بخوان رابطه جنسی کنن میشه. که این به نظرم باحال بود نسبت به قبل‌تری ها، خیلی ماجراجوان. از هر 2.2% از زن و مرد و کلن یک نفر جذب کسایی که خیلی باهوشن میشه. در نتیجه اگه نمیخواید سیکس بگ دار بشید حداقل برید کلی مطالعه کنین. از هر 2.1% تقریبا میشه که از مردم یک نفر جذب کسایی که کلن امنیت مالیشون رو بخوان تامین کنن میشه، که این بیشتر داخل زنان صدق میکنه. از هر 2.1% از مردها یک نفر جذب زنایی که ماشون رو چتری میذارن میشه، که من واقعا خیلی حال میکنم اونایی که چتری میذارن، اونایی که بهشون بیاد خصوصا خیلی به نظرم جذاب میشن نسبت به باقی آدما. از هر 2 نفر یک نفر از زنا جذب مردهایی که ریشاشون خیلی تر تمیز باشه میشه. پس حواستون به ریشاتون باشه، چیز میز اضافه نداشته باشین. و باید بهتون بگم که جذاب تر از این تحریشه از نظر زنا، یعنی اول تحریش بعد ریشه بلنده تر و تمیز. از هر 1.9% از انسانها کلن مرد و زن مهم نیست یک نفر جذب کسایی که تتو داشته باشن میشه، که واقعا من خودم به شخص عاشق تتو هم. از هر 1.75% از زنا یکیشون جذب مردایی که ریش داشته باشن میشه. از هر 1.69% از مردم، یعنی چه زن چه مرد بکنم مهم نیست، یک نفر جذب کسایی که باستن بزرگی دارن میشه. این هم باز درکتون میکنم واقعا مثل هم گزینه‌های قبل‌تر میمونه و جاجتون نمیکنم، قضاوت در کار نیست اینجا. از هر 1.67% از مردم یک نفر جذب زن و مردایی که لب بالا و پایینشون یک اندازه باشه و یه تناسبی حفظ کرده باشه میشه، مثل تیلور سویفت و البته مثل من، رازم از این بابت واقعا. از هر 1.64% از زنا یک نفرشون جذب مردایی که خیلی شکم و چربی داشته باشن میشه. چرا آخه؟ از هر 1.5% از زنا یک نفرشون جذب مردایی که خیلی بدن قوی و درست حسابی داشته باشن میشه. یعنی رسما دقیقا میشه گفت دیگه این آخریا رو همه دوست دارن. 1.5 به 1، یعنی واقعا میشه گفت از هر 3 نفر
دو نفر اینو دوست داره. از هر 1.45% یک نفر جذب کسایی که کردیت داشته باشن، خیلی آدمای با ارزش و با اهمیت اجتماعی بالا باشن میشه. خب من اگزما گرفتم، مجبورم سری برم کافشنمو در بیارم، یکم هوا بخورم و بیام الان دوباره و بریم واسه ادامش. از هر 1.4% از زنا یک نفر جذب کسایی که قدشون بالای 1.80 باشه میشه، که خب واقعا خیلی اینو میشنویم. از هر 1.3% یک نفر جذب کسایی که خیلی پرشور و شوق و هیجانن میشه، که واقعا من اصلی تن اولویتم همینه. از هر 1.3% یک نفر جذب کسایی که بیشتر از یک زبون رو بلد باشن میشه، و این هم باید بتونه باحال باشه دیگه، مثلا به جز زبون اصلی مثلا یه انگلیسی چیزی هم بلد باشه، خب خوبه، واقعا سفر خارجی چیزی بخواد مثلا طرف بره به دردش میخوره. از هر 1.1% یک نفر جذب آدمای با اعتماد نفس میشه. یعنی ببین، همه قبلی ها رو بذارید کنار، خیلیاشون ندارید و خیلیاشون ممکن نتونید به دست بیارید واقعا، ولی مثلا این چقدر با اهمیته که تقریبا همه جذب آدمای با اعتماد به نفس میشن. از هر 1.5% یک نفر جذب آدمای خیلی شوخ طبع میشه، و از هر 1.4% خب بگو یک دیگه لعنتی. از هر یک نفر دقیقا همون عدد جذب آدمایی که خیلی لبخند خوبی داشته باشن و خوب بخندن میشه. در نتیجه واقعا ستای آخر دیدید، اعتماد به نفس، آدمایی که خیلی شوخ طبعن و آدمایی که خیلی خوب لبخند میزنن و میخندن و اینا. و به نظرم واسه اینا هم نیاز نیست واقعا کار سختی کنید، فقط یکم رو خودتون کار کنین و سعی کنید شادتر باشید. و امیدوارم این ویدیو اول از همه واسه خودتون خیلی خوب باشه و براتون خوب تمام بشه، چون خب اگه اینا رو رعایت کنین خودتون در مرحله اول خیلی پیشرفت میکنین و خیلی مفید واقع میشید واسه خودتون، و بعد که باعث بشه که یه پارتنر خیلی خفن و اونجوری که دقیقا دوست دارید گیرتون بیاد. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. واقعا مرسی که تا این آخر ویدیو دیدین، دوستتون دارم به شدت. تا یه ویدیو دیگه، فعلا.